رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی قصر سفید در سفرش به ترکیه با داوود چاوش اوغلو وزیر خارجه آن کشور در مورد تحولات اخیر نظامی در شمال شرق سوریه بحث کرده است. مایک پنس معاون رئیس جمهور ترامپ و مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا نیز به ترکیه رسیدند تا در مورد توقف عملیات نظامی انقره با رئیس جمهور و مقامات ترکی ملاقات کنند. این در حالی است که رئیس جمهور ترامپ میگوید که از عملیات نظامی ترکیه در شمال شرق سوریه متعجب نیست و تهاجم ترکیه در شمال شرق سوریه مشکل آمریکا نمی باشد. اکنون زمان آن فرا رسیده تا سربازان ما به خانه برگردند این گونه باید باشد هیچ سرباز ما مجروح و یا کشته نشده است به خاطر اینکه من رئیس جمهور هستم این را به یاد داشته باشید اما آقای ترامپ در یک کنفرانس خبری روز چهارشنبه در قصر سفید با همتای ایتالیاییش گفت که واشنگتن وضع تظاهرات را بر ترکیه در مقایسه با دخیل شدن بر جنگ ترجیح می‌دهد. تظاهرات وسیع را بر ترکیه وضع کردیم. تظاهرات بسا بهتر از جنگ موثر افتد. ما در سوریه نخواهیم جنگید. فکر نمی کنم که از دیدگاه امریکا دلیل وجود داشته باشد تا جنگ آمریکا در آن کشور ادامه یابد. قانونگذاران آمریکایی ابراز شک و تردید می کنند که وضع تظاهرات بر انقره بتواند خونریزی ناشی از عملیات تهاجمی ترکیه را در شمال شرق سوریه متوقف سازد. ترامپ با ارسال نامه یک دیگر ترکیه را به متلاشی کردن اقتصاد آن کشور تهدید کرده است. آقای ترامپ در نامه بر رجب طیب نگاشته است که شما نمیخواهید مسئول قتل هزاران نفر باشید و من نمیخواهم مسئولیت نابودی اقتصاد ترکیه را به عهده بگیرم و من این کار را خواهم کرد. اما رئیس جمهور اردوغان گفت که از فشارهای بیرونی حراسه ندارد و در عوض یک سلسله گزینه ها را برای توقف عملیات نظامی پیشنهاد کرد برای این دلیل پیشنهاد ما برای دهشت افغانان این است که سلاح تدارکات و همه چیزهای خود را به زمین بگذارند دامهایی را که ایجاد کردند تخریب کنند و ساحه مسون را که ما مشخص کردیم سر از امشب ترک کنند اعضای کنگرس آمریکا عصر دیروز چهارشنبه با 354 رأی موافق و 60 رأی مخالف به نفع قطعنامه رأی دادند که تصمیم خروج سربازان آمریکا را از سوریه محکوم می کند. پس از رای گیری رئیس جمهور ترامپ با اعضای هر دو حزب در قصر سفید ملاقات کرد اما دموکرات ها پس از آن قصر سفید را ترک کردند که بر اساس گفته های آنها آقای ترامپ نانسی پالوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا را سیاستمدار دست سه سی خطاب کرد اما قانونگذاران جمهوری ننسی پلوسی را مقصر می خوانند. از سوی دیگر وضعیت در شمال شرق سوریه تغییر کرده و نیروهای سوری اکنون در کنار کردها و سایر جنگجویان محلی در امتداد سرحد آن کشور با ترکیه جا گرفتند. قدیر مشرف تلویزیون آشنا صدا امریکا واشنگتن خب رژیم جمهور ترامپ دیروز در قصر سفید گفت که اگر روسیه خواهد در سوریه درگیر شود افغانستان را باید به بیاورد آقای ترامپ گفت روسیه در افغانستان درگیر شده بود در آن زمان به این کشور اتحاد جماهیر شوروی خطاب میشد. حال آن نام تبدیل به روسیه شده و این دلیل دارد زیرا آنان پول زیادی را در افغانستان از دست دادند و کشورشان کوچک شد و افزود که اگر روسیه می خواهد در سوریه نیز درگیر شود تصمیم به دست خود مسکو است سوریه ممکن روسیه را من حیث یک همکار بپندارد. من با آنها آرزوی فرصت خوب می کنم. روسیه در افغانستان زمانی که اتحاد جماهیر شوروی خوانده می شد شامل بود و حال به یک دلیل است که روسیه نامیده می شود زیرا که آنها در افغانستان پول از دست دادند و تنزیل یافتند اگر روسیه می خواهد در سوریه نیز شامل باشد مربوط خودشان است